أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة ضمن قبولی تا آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه مؤمنین در ایام محرم و قبولی زحمات و طاعات عبادات همه عزاداران حسینی آرزو داریم انشاءالله که خداوند اعمال همه ما را در گرامی داشت شعایر حسینی از آفت عمل سوز ریا در امان دارد. در برنامه های قبلی رسیدیم تا زمانی که حضرت پیامبر از دنیا رفت و جامعه اسلامی وارد مرحله دومی از حیات سیاسی خود شد. طبق روایتی بخشی از مسلمانان، حضرت پیامبر در غدیر خم وصیت کرده بود و جانشین خیش را تعیین کرده بود، اما بافتار قدرت و ساختار روابط قبیلوی شکل گرفته در مدینه ما بعد پیامبر و در کل در جامعه عرب سبب شد که چنین چیزی با چنین طرح و نقشه راهی که انداخته شده بود ظاهرا شنیده نشد و آن عقلانیت متعارف ساری در سطح جامعه از درون یک نظامی که بزرگان صحابه در کنار هم جمع شدند یک نظام جدید را به وجود آورد و اولین خلیفه از خلفای پیامبر که یکی از اصحاب کبارش نیز بود در صدر جامعه اسلامی قرار گرفت. مردم جنوب عربستان، مردم یمن یک از سرکشترین بخش‌های اعراب است. حضرت پیامبر عالی قدر اسلام با فرستادن امام علی در بین مردم یمن و استفاده امام علی از زبان بسیار ملایم و نیت مهرامیز سبب شد که این مردم نیز تحت سیطره اسلام در بیاید و اسلام را قبول کند. زمانی که پیامبر از دنیا رفت تقریباً شبه جزیره عربستان کلن تحت سیطره او آمده بود. بعد نظامی که در مدینه به وجود آمد نظامی جالب است. یعنی از یک طرف یک ضرورتی بود که از منظر بقای قدرت اگر نگاه کنیم یک ضرورتی بود که اگر اندک کم و کوتاهی در آن با وجود می آمد شاید مشکلات بزرگ خلق می شد. پیام پیامبر، کلام پیامبر، قرآن پیامبر و نیت نیک و خیر پیامبر وقتی که برای جامعه عرب عرضه شد مردم عربستان سلایق خاص خود، علایق خاص خود، ظرفیت فرهنگی خاص خود، خوی و خصلت‌های خاص خود را داشتند. بعد از تعامل کلام نبوی با خوی و خصلت عربی یک نیروی قدرتی در منطقه مخصوصاً بر محور مدینه به وجود آمد که از خیلی جهات بسیار جالب است. و جالب اینه که نخستین نگرانی هایی که ابراز شده است در تاریخ اسلام از این سرشت قدرت اتفاقا از نزدیکترین های پیامبر هست. یکی از این معترضان دختر پیامبر هست، یکی از این معترضان امام علی هست و همینطور تعدادی از صحابیون اصلی و اولیه. اما اون بخش دیگر، اون فرقسیون دیگری که قدرت را به دست گرفته بودند، اونها هم خب از منظر دیگر با منطق دیگر که بیشتر سازگاری با منطق قدرت و اداره داشت، بیشتر از این که دغدغه رستگاری در آن مستقر باشد دغدغه بقای نظام و حفظ قدرت داشتند،
بسیارم موفق عمل کردند. این نظام قدرت شکل گرفته در مدینه خب به زودی خود را با چالش های بزرگ روبرو دید. یکی از این چالش ها سرکشی و تمرد قبایل عرب بود به دو جهت. یک جمعی معتقد و باورمند به این بودند که آن وصیت هایی را که پیامبر وصیت پیامبر را که در خم غدیر از خود کرده است و یکی از بزرگان صحابه را جانشین خود انتخاب کرده است، اما دسته دیگر گیرویدندگانی به پیامبران کذابی بود که خب در مجموع مدینه مدینه النبی با تهدید بزرگ روبرو بود. سازوکار و شیوه کاری که بلافاصله از طرفی مسلط بر حوزه قدرت مدینه پیش گرفته شد، ملایمت بیشتر با سازوکار قدرت داشت. لشکرکشی ها شروع شد. لشکرکشی ها وقتی که شروع شد، این لشکرکشی ها انگیزه های مختلف و متفاوت داشت. در قسمت قبلی عرض کردیم که طایفه قریش گرچندی که همون طایفه بود که پیامبر از درون آنها برخواسته بود، نخستین صحابیان و صدیق‌ترین یاورانش من جمله کسانی که بعد از پیامبر جانشینش شدند از بین قریش برخواسته بود، اما قریش از همون قبیله و طایفه بود که تقریبا از آخرین قبایلی بود که سر به اطاعت پیامبر در آورد و مطیع پیامبر شد. بعد از او طایفه ثقیف. اما در نظام قدرت شکل گرفته در مابعد پیامبر در مدینه بلافاصله قریش صدرنشین شد. عابد جابری یک تقسیمات جالبی در این قسمت دارد، اشاره بسیاری بزرگی دارد، به نظر میرسه خیلی هم دقیق است. اون میگوید خیلی جالبه که طایفه قریش و ثقیف از بزرگترین طوایف شمال عربستان بودند که در دوران پیامبر تا حدی که توانستند از پذیرش دعوت اسلام سرکشی کردند، ولی بلافاصله بعد از در نظامی که بعد از پیامبر شکل گرفت اینها صدرنشینان قدرت شدند. این حرفی خیلی دقیق و درستی هست. حالا خب برجسته ترین زمامداران صدر اسلام مسلمان در لایه اول قریشیان قرار دارد، در لایه دوم ثقفی ها قرار دارد، بعد نوبت به یمنی ها و به دیگران میرسد. برای مثال از خلفای اربعه تا معاویه ابن ابی سفیان شما بگیر تا عبدالملک بن مروان تا آل زبیر، همه اینها که در لایه اول قدرت قرار دارد با تمام کش و قوس هایی که در داخل و درون خود دارد، از نظر تباری همه ایشان قریشی است و قریشان صدر نشینند. در لایه دوم قدرت ثقفی ها قرار دارد. حجاج بن یوسف، مختار ثقفی، مغیره بن شعبه، عبیدالله بن زیاد، گرچند ابن زیاد و عبیدالله پسرش، گرچند که عبیدالله را پسان به یک شکلی معاویه ملحق کرد به آل امیه، ولی بعدها اموی ها از بین خود نوادگان عبیدالله زیاد را حرامی گفته بیرون انداختند، دوباره پس به طایفه ثقیف ملحق شد. به هر حال این یک نکته از باختار قبیلوی بود. و نکته دیگری را جالبی را که عابد جابری به آن اشاره می کند، خودی نوع نگاهی صحابیان طراز اول و پیروان پیامبر نسبت به آیین جدید است. عابد جابری از سه واژه در یک تقسیم بندی استفاده می کند. می گویند یکی ما جمعی از پیروان پیامبر، بعضی جمعی از صحابیان پیامبر اسلامشان اسلام عقیده بود، بعضی دیگر اسلام عقیده قبیله و جمعی هم اسلام غنیمت. بعد وقتی که دستبندی میکند میگوین خب امام علی و رفقای نزدیکش مثل عمار یاسر و ابوذر و سلمان و امثال اینها بیشتر نمایندگان اسلام عقیده. برای اینها معیارهای اعتقادی جدید
اهمیت اول داشت در بند این نبودن که دیگه دغدغه قبیله و عربیت و امثال اینها را نداشتن. این گروه اول. گروه دوم اسلام عقیده قبیله که اینا از یک طرف دلدادگان به عقیده جدید بودند، مؤمنانی پر و پا قرص به آیین اسلام بودند، ولی در کنار اینها دغدغه های قبیلوی هم داشتند. بالادستی شرف و بالادستی قریش، شرف و بالادستی عرب، شرف و بالادستی مکی ها و مدینه ها و موقعیت برتر شمالی ها بر جنوبی ها و دیگر مناطق عربی مسلمان و همینطور بالادستی اعراب بر غیر اعراب در پس منظر ذهنشان هم مسئله بود. یعنی اسلام اینها هم اسلام عقیده بود، هم اسلام قبیله. بعد دسته سوم از منظر عابد جابری کسانی بود که اسلامشان به اسلام غنیمت نام می‌گذارند، که در صدر آن افراد مثل معاویه و عمرو عاص و مغیره بن شعبه و امثال از اینها قرار داشت که دغدغه اینها بیشتر نه دغدغه عقیده چندان داشتن. درسته که اینها مؤمنانی به دعوت جدید بودن، ولی دغدغه اجتماعی سیاسیشان عقیده هم چندان نبود، قبیله هم نبود، فقط وجه غنیمت آوری و قدرت سازی آیین جدید بود که در صدرشان معاویه و عمرو عاص قرار داشت. بعد در سیر تحول تاریخی قدرت یا در آن چیزی که فیزیکواره 1400 ساله در تاریخ را در متن جامعه از اسلام پر کرد و ساخت، این گرایش وسطی است که در واقع میداندار می شود. اسلام عقیده امام علی نسبتاً در حاشیه قرار می گیرد. اسلام غنیمت معاویه و عمرو عاص هم در متن جای پیدا نمی تواند. اون چی که بیشتر در متن جایگاه پیدا می کند و اون بدنه اصلی فرهنگ اسلامی را سر و سامان می دهد و شکل و شمایل برش می بخشد، همان گرایشی گروه وسطی است که اسلامشان هم اسلام عقیده و هم اسلام قبیله بود. در شکل گیری فاجعه عاشورا این بافتارها و شناسایی این شکاف ها و این وضعیت ها به نظر می رسد که از مهمترین مؤلفه ها برای دستیابی به یک تصویر درست است. به هر حال اسلام بلا فاصله تبدیل شد به یک نظام قدرت. اگر ما وجه رستگاری دین آیین جدید را به عنوان دریچه رستگاری مد نظر نگیریم، صرفا به عنوان یک تحول اجتماعی قدرت ساز اگر مد نظر بگیریم، مجموعه تدابیر سنجیده شده در مدینه از نظر سیاسی از نظر سیاسی همه ایشون درست بود. بلا فاصله به این نتیجه رسیدن که اگر بخواهیم نظام قدرت ما بعد پیامبر در مدینه به پا بماند، باید با متمردین و کسانی که سرکشی دارند، کسانی که با نظام جدید مخالفت دارند، باید مقابله شوند. جنگ‌های صورت گرفت، بسیج‌های صورت گرفت که این بسیج‌ها و جنگ‌ها تحت عنوان جنگ‌های رده در تاریخ اسلام یاد می شود و در کتاب‌های تاریخ با وفور درباره آنها نوشته شده است. تشکر از توجه شما. انشاءالله بقیه مطالب را واگذار می کنیم به فرصت دیگر، برنامه دیگر و نوبت دیگر. از توجهتان تشکر.